عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیهم السلام در دو کشور ایران و عراق همواره تمایل داشتند که به راحتی بین دو کشور تردد کنند و در هر زمان و هر مناسبتی به زیارت عتبات عالیات بروند اما متاسفانه قوانین دست, و, دست و پاگیر حاکم بین کشورها گاهیمانه این موضوع شده و برای زائران مشکل آفرینی کرده است ناگفته نماند که اراده دولت های ایران و عراق در بره های زمانی مختلف و به دلایل گوناگون نیز در ایجاد موانع بر سر راه تسهیل در امر زیارت نیز بی تاثیر نبوده از همین رو گاهی مشاهده شده شهروندان ایرانی یا عراقی به راحتی و با کمترین هزینه می توانند به کشورهای مختلف از جمله ترکیه سفر کنند اما برای سفر به ایران یا عراق با موانع زیادی مواجه می شوند حال به نظر می رسد در چند سفر اخیر مقام های دو کشور بستر و زمینه هایی برای تسهیل در امر زیارت زائران ایرانی و عراقی فراهم شده است. مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران یک شنبه پنجم تیر ماه در کنفرانس خبری در تهران از تسهیل مسیر زیارت زائران ایرانی و عراقی سخن گفتند. اکنون احمد وحیدی وزیر کشور ایران نیز در حاشیه نشست ستاد مرکزی اربعین طی اظهاراتی گفت ثبت نام متقاضیان زیارت اربعین و سفر به عتبات عالیات در روزهای آینده در سامانه حج و زیارت آغاز می شود و همه ایرانیانی که قصد مشارکت در این هنگامه فرهنگی و مذهبی را دارند می توانند نام نویسی کنند تا بدانیم برنامه های خود را برای چه تعدادی آماده کنیم وزیر کشور ایران افزود بحث این است که لغو روادید زمینی داشته باشیم که طرف مقابل هم قول مساعدت داده و بر اساس تعهدی که طرف عراقی داده انشاءالله در ایام اربعین شاهد لغو روادید در مرز زمینی باشیم البته همین الان لغو روادید شده اما در تعداد محدودی شامل 2500 تا روادید روزانه لغو می شود که این هم از طریق سازمان حج و زیارت صورت می گیرد و مربوط به مرز هوایی است این مقام ایرانی در خصوص شرایط بهداشتی برای سفر به عتبات افزود پیشبینی وزارت بهداشت این است که همه عزیزان در آستانه سفر اربعین باید بیش از دو دوز واکسن را تزریق کرده باشند و برای سفر آتی نیز یک دوز واکسن یادآور را هم تزریق کنند در اربعین سال گذشته با توجه به وضعیت کرونا سهمیه ایران حدود 60 هزار نفر از سوی عراق اعلام شد که در نهایت با توجه به خیل عاشقان حسینی بیش از 100 هزار نفر در پیاده روی اربعین شرکت کردند اما امسال با توجه به لغو ویزای عراق برای سفرهای زمینی و هوایی پیش بینی می شود حدود 5 میلیون زائر ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی سرزمین عشق شوند فاطمه موسوی اخبارشیه